وبسایت صبح امروز به نقل از خانواده شهرام امیری نوشته شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران شهرام امیری را به اتهام ارتباط مجرمانه با کشورهای متخاسم واگذاری اطلاعات طبقه بندی شده به دشمن و اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان و پنج سال تبعید در شهرستان خاش محکوم کرده است. این خبر هنوز به تایید مقامات جمهوری اسلامی نرسیده اما در دیماه 1389 سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در گفتگوی با اشپیگل با تایید تلویحی خبر بازداشت شهرام امیری گفته بود ما در حال تحقیق از او هستیم شهرام امیری پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر در خرداد 1388 در سفری زیارتی به عربستان سعودی ناپدید شد و یک سال بعد با انتشار چند ویدئوی متناقض در اینترنت ادعا کرد در آمریکا از چنگال معموران نهادهای امنیتی این کشور گریخته و به زودی به ایران باز خواهد گشت. او در 22 تیرماه ماه 1389 با هماهنگی دفتر حفاظت از منافع ایران در آمریکا به ایران بازگشت و در مقابل دوربین خبرنگاران داخلی و خارجی به عنوان قهرمان ملی مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفت. امیری در برنامه های ویژه تلویزیون حکومتی ایران مدعی شد با هدف دستیابی به اطلاعات هسته ایران و تبلیغات رسانه ای از سوی آمریکا ربوده و به این کشور منتقل شده است. اما مدتی بعد با کمک نهادهای امنیتی ایران از حصار امنیتی FBI و CIA گریخته و به ایران بازگشته است. جمهوری اسلامی ایران در تبلیغاتی گسترده بازگرداندن شهرام امیری به ایران را شکست بزرگ نهادهای امنیتی آمریکا و سندی بر نفوذ سازمانهای اطلاعاتی ایران به داخل CIA و FBI دانسته است. بیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این موضوع گفته بود شهرام امیری میهمان آمریکا بوده و با میل خود به این کشور آمده است او هر وقت که بخواهد میتواند این کشور را ترک کند در ماهای ابتدایی بازگشت شهرام امیری به ایران خبر بازداشت و نگهداری او در سلولهای انفرادی زندان حشمتیه منتشر شد خانواده امیری بعدها با تایید این خبر فاش کردند نه تنها امکان ملاقات با او را ندارند بلکه شهرام امیری به دلیل شکنجه های روحی و جسمی در بیمارستان 504 ارتش در تهران بستری بود صبح امروز به نقل از خانواده شهرام امیری نوشته ما هنوز نمیدانیم او خودش به آمریکا رفته و یا دزدیده شده اما این را میدانیم که او با پای خود به ایران بازگشته و آنگونه مورد استقبال قرار گرفته است و لقب قهرمان ملی هم به او دادند توقع ما از مسئولان این نبود که با خوابیدن سر و صداها او را بازداشت کنند. برخی ناظران معتقدند شهرام امیری در پی تهدید به بازداشت خانوادهش از سوی نهادهای امنیتی ایران مجبور به بازگشت شده است. حالا پس از گذشت 20 ماه شهرام امیری نه برای جمهوری اسلامی قهرمان ملی است و نه برای آمریکایی ها مردی که زیاد میدانست. احمد باطبی صدای آمریکا